جان از حال و هوای اون روز بگین. اون روز چه خبر بود تو هواپیما؟ We were all very scared and it was very solemn. That was the همه خیلی ترسیده بودیم و فضا خیلی سنگین بود. منظورم غربی‌هایی که توی هواپیما بودن یا قرار بود سوار بشن، وگرنه دانشجوهایی که همراه خمینی بودن که خیلی هم هیجان زده بودن و اگر بهشون میگفتی که این پرواز واقعا خطرناکه، میگفتن که بله، ما امیدواریم همراه امام شهید بشیم. بنابراین دو جور حس و حال کاملا متفاوت حاکم بود. تعداد روزنامه‌نگارها در هواپیما خیلی زیاد نبود، اما ماها دلشوره داشتیم و اونها خوشحال بودن. بعدها مشخص شد که از قرار علت اینکه روزنامه‌نگارای خارجی تو اون هواپیما بودن به خاطر این بوده که امنیت هواپیما تضمین بشه. شما نگران نبودین که اتفاقی برای هواپیما بیفته؟ I wasn't concerned about that particularly. I mean, we thought that there was a. در این مورد به خصوص نگرانی نداشتیم، ولی فکر می‌کردیم که احتمال جدی هست که نیروی هوایی شاه یا نیروی هوایی بختیار اون موقع ما رو بزنه. در واقع وسط‌های پرواز قطب‌زاده سخنگوی آیت الله از بخش فرست کلاس اومد و به ما گفت که اطلاع دادن که نیروی هوایی شاه دستور داره هواپیما رو بزنه. در اون لحظه دانشجوها خیلی خوشحال شدن. فکر می‌کردن که لحظه بزرگ شهادت فرا رسید. فیلمبردار من ازم پرسید چی گفت؟ گفتم احتمالاً بهتر ندونی. Big moment of martyrdom. My cameraman said to me, "What's he saying?" And I said, "Probably better not to know." به قطب‌زاده اشاره کردین. گفته میشه که توی هواپیما کسی که کنار آیت الله خمینی نشسته بود قطب‌زاده است. شما میدونین که چرا کسی دیگه کنارش نشسته بود؟ He was sitting beside him some of the time. I think Yazdi sat. یه وقتهایی کنار آیت الله نشسته بود، یه وقتهایی هم فکر کنم یزدی کنارش نشسته بود و همینطور احمد خمینی پسر آیت الله. وقتی که من رفتم که از آیت الله فیلم بگیرم، از وسط‌های پرواز گذشته بودیم، احمد کنارش نشسته بود. احتمالاً آدم‌های مختلف حرف‌های مختلفی باش داشتن و نیم ساعت یا ده دقیقه اونجا میشستن و جاشون عوض میشد. در طول پرواز آیا آیت الله خمینی با خبرنگارها صحبت کردند و چی گفتن؟ Well, I asked him a question on camera. من ازش سوالی کردم در حالی که فیلم می‌گرفتیم، از اون سوال‌های خسته کننده روزنامه‌نگارها که چه احساسی دارید از اینکه بعد از 15 سال تبعید به ایران برمیگردید. او هم تقریباً بی‌اعتنا به من ترجمه سوال رو شنید و همینطوری پایین رو نگاه کرد. سوال براش اهمیتی نداشت. اما یه همکار دیگه‌ام، پیتر جنکینز از ABC هم همین سوال رو ازش پرسید. ما همه با هم اونجا جمع شده بودیم. باز هم به پیتر یا به دوربین نگاه نکرد و همینطور که پایین رو نگاه میکرد گفت هیچی. گفت که هیچ احساسی نداره. شما در طول زندگی کاریتون با خیلی رهبران جهان مصاحبه کردید و دیدار داشتید. آیت الله خمینی رو چطور میتونید مقایسه بکنید با دیگر رهبرانی که باهاشون دیدار داشتید، خصوصا در خاورمیانه؟ Well, most of the leaders that I've met, not just in the Middle East but around the world. اکثر رهبرایی که من دیدم، نه فقط در خاورمیانه بلکه همه جای دنیا، یک نوع ارتباط با شما برقرار میکنن. میخوان شما رو جلب کنن. میخوان شما رو قانع کنن که حق با اونهاست و استدلالشون درسته. اما خمینی اینطوری نبود. خیلی سرد بود و رفتارش خیلی منفی بود. فقط جوابهایی رو میداد که به هر کس دیگه هم میداد. جوابهاش یک جوری خصمانه و منفی بود. میگفت هیچ کوتاه آمدنی در کار نیست و سلطنت سقوط میکنه و هر کشوری به خصوص بریتانیا و آمریکا که از شاه حمایت کردن از نتیجه کار زیان خواهند دید. احساس نمی کردم که او میخواد نظراتش رو برای من شرح بده یا منو متقاعد کنه. فقط جوابها رو میداد و میگفت که روایت من از حقیقت اینه. میخوای قبول کن، میخوای نکن. Feel that he wanted to explain himself to me or to win me over. He was just handing me his answers as it were and saying this is what my version of the facts is. Take it or leave it. شما در نوفلوشاتو هم با آیت الله خمینی دیدار داشتید. توی اون نشست با شما دست داد؟ Perhaps I shouldn't have done it because I knew he didn't want to shake my hand.
شاید نباید این کارو میکردم چون میدونستم که نمیخواد دست بده. اما وقتی رفتیم توی اتاق دستم رو دراز کردم و معلوم بود که اون نمیخواد دست بده. اما جوری این کارو کرد که به نظرم ماهرانه بود و منو تحت تأثیر قرار داد. با عباش ور رفت و وانمود کرد که متوجه دست من نشده و بعدم به صورتم نگاه کرد و فکر میکنم تنها باری بود که به چشم من نگاه کرد. انگار میخواست بگه نمیخوام دست بدم اما نمیخوام زیادی هم رفتارم تند باشه. به نظرم تا حدی رفتار خوبش رو نشون میداد. فکر میکنید علت این که با شما دست نداد دیدگاه های مذهبیش بود یا به این دلیل که نمیخواست با یک غربی دست بده با شما دست نداد؟ Well, maybe the second is correct. I don't think it would have done him any good to have been seen shaking. احتمالاً دومی مطرح بود. فکر نمی‌کنم دیده شدنش در حال دست دادن با یک غربی در اون زمان براش خوب بود. اما در عین حال یک حس مذهبی هم بود که نمی‌خواست با کسی که مؤمن نیست دست بده. می‌دونین، احساس من اینه که در اون لحظه کوتاه بین ما کار من اشتباه بود. عجله کردم و رفتارم نپخته بود. وگر این روزها بود، به اینکه او چه عقایدی داره بیشتر توجه می‌کردم. راستش یه خورده شیطونی کردم و او رو سرزنش نمی‌کنم. Views were likely to be. I think it was cheeky of me and I don't blame him at all for not doing it. بیایم جلوتر به روزی که هواپیما نشست، آیت الله خمینی پاش رو گذاشت در خاک ایران، شما اونجا بودید، از پای هواپیما گزارش دادید. 40 سال بعد آیا فکر میکنید که میتونستید پیش بینی بکنید که این 40 سال اینطوری بگذره؟ I misunderstood, I think, the whole strength of the system. نه، به نظرم استحکام سیستمی رو که خمینی آورد دست کم گرفته بود. باید گفت که به فاصله کمی بعد از انقلاب تقریبا جنگ داخلی شد. یک جنگ تمام عیار هم با عراق صدام حسین در گرفت که با تحریک عراق بود و دشمنی تمام دنیای غرب و بخش‌های دیگه دنیا هم بود. بقای این سیستم خیلی آدم رو تحت تأثیر قرار میده. البته که معمولاً به روش خونین و بیرحمانه باقی موند، اما تونست 40 سال دوام بیاره. برخلاف انتظار آدم‌هایی مثل من. چون اونها میدونستن که یک انقلاب چطور شروع میشه و نگذاشتن کسی دوباره چنین کاری بکنه. خیلی از شرایطی که انقلاب اول رو باعث شد، دوباره الان برقراره. ما دهه هاست با فساد روبرو هستیم و فساد مهمترین چیزی بود که مردم در سال 56 و 57 به عنوان دلیل انقلاب ازش یاد میکردن. فساد الان ممکنه از نظر مالی به اون بزرگی نباشه، ولی خیلی گسترده است، به همون گستردگی که در دوره شاه بود. اون ناآرامی های اجتماعی که از تغییرات اجتماعی در ایران ناشی میشه دوباره شبیه ناآرامی های اجتماعی دوره شاه. اما تفاوت در اینه که مخالفای سیستم براشون غیر ممکنه که علیش حرف بزنن. در دوره شاه انقدر غیر ممکن نبود. ساواک بود که میدونیم خیلی هم بیرحم بود، اما آدم ها میتونستن از ایران بیان بیرون و حرف بزنن و بعضی هم در داخل میتونستن حرف بزنن. الان به نظر میرسه که اینطوری نیست. من واقعا تعجب میکنم که داریم از 40 سالگی انقلابی حرف میزنیم که هنوز ادامه داره و دست کم قدرت هنوز در اختیارشه. اما برام سخته که فکر کنم تا ابد ادامه خواهد داشت. باید به یک نقطه‌ای برسه که شروع کنه به از هم پاشیدن. من نمیتونم انقلابی رو به یاد بیارم که بعد از یک دوره تغییر نکنه. فکر میکنم که در ایران هم همین اتفاق خواهد افتاد. Changed after a certain period of time, and I think that will happen in Iran. BBC به شما توصیه کرده بود که سوار اون پرواز نشید، ولی شما شدید. علت نگرانی BBC چی بود؟ Well, they ordered me not to. Actually, they said it was an instruction. به من گفتن که اصلا سوار هواپیما نشم. گفتن که این یک دستور. این بزرگترین رویداد خبری بود که تا اون موقع گزارش کرده بودم. معلوم بود که یک لحظه تاریخی بزرگ خواهد بود، کما اینکه شد. من خطر رو میدونستم. به نظرم بی بی سی نمیخواست من برم چون نگران بود که کشته بشم. گوشی تلفن رو گذاشتم. گفتم ببخشید، ولی من دارم میرم و گوشی رو گذاشتم.
توی پاریس بودم و اونها نمیتونستن جلومو بگیرن. بلیط دستم بود که 6 ساعت هم تو هوای سرد براش تو صف وایساده بودم و حاضر نبودم تن بدم که کسی جلوی سوار شدنم به هواپیما رو بگیره. و خیلی هم خوشحالم که به دستورشون گوش نکردم. بعدن هم هیچ کس در موردش حرفی نزد. کسی نگفت ببخشید که بهت گفتیم نرو و ما اشتباه کردیم و حق با تو بود. بی بی سی از این کارها نمی‌کنه. That's not how the BBC operates. راجب گفتگوهایی که توی پرواز داشتین بگین، چه اتفاقی افتاد؟ کیا با هم صحبت می‌کردن؟ چیا گفته می‌شد؟ 5 or 6 hours of with nothing much to do really. I talked to all of the main people whom I knew. 5-6 ساعت بود که کاری هم نداشتیم بکنیم. با همه آدم‌های اصلی اطراف خمینی که می‌شناختم حرف زدیم. یزدی، قطب‌زاده و دو سه نفر دیگه که اسمشون الان یادم نیست. سعی کردم بفهمم چی کار میخوان بکنن و برنامهشون چیه. اما در هواپیما متوجه شدم که همه با هم رقابت دارن که حمایت خمینی رو جلب کنن و رقابت در مورد آینده که چه خواهد شد. Each of the people I spoke to seemed to have با هر کس حرف می‌زدم در مورد اینکه انقلاب یا جمهوری اسلامی چه باید بکنه یک حرفی می‌زد. فکر نمی کنم هیچ کس واقعا در مورد راه آینده و موزه خمینی و رفتار حکومت تازه با دنیای خارج و رفتارش در داخل با دیگری موافق بود. هرچه بیشتر باشون حرف می زدم و خیلی هم طولانی حرف می زدم، بیشتر متوجه شدم که هیچ برنامه‌ای در کار نیست و تنها راه حل و تنها مسیر رو به جلو بستگی به این داره که صدای کدومشون بلندتره و اینکه چه کسی میتونه بیشتر بر خمینی اثر بگذاره. به نظرم آخر سر در واقع نظر خود خمینی بود که پیش رفت و بقیه اثر خیلی کمی داشتن. اما من از طریق حرف زدن با اونها تصویر خیلی جالبی به دست آوردم از هرج و مرج و به هم ریختگی داخل انقلابیون. The kind of chaotic nature of the revolution through talking to those people on the plane. بسیاری از کسانی که اسم بردین در طول سالیان بعد از انقلاب دونه دونه حذف شدند. فکر میکنید که اون روز حدس میزدن که چنین اتفاقی براشون بیفته؟ I don't think anybody expected to, for instance, in Khotbzadeh's case, to be. گمان نمیکنم کسی انتظار داشت که مثلا مثل قطب‌زاده جونش رو از دست بده. همشون خیلی مطمئن و خوشحال و هیجان زده بودن که انقلابشون به نتیجه رسیده و اونها نقش مهمی درش داشتن. فکر می‌کنم هیچ کس پیش‌بینی نمی‌کرد که به قول معروف انقلاب فرزندان خودش را خواهد خورد. اما انقلاب‌ها همیشه تقریباً همیشه این کار رو می‌کنند. انقلاب‌های خشن چنین می‌کنند. اون آدم‌های هوشمندی بودند. اما خوندن تاریخ باعث شده بود که فکر کنن این بار متفاوت خواهد بود. و البته که انقلاب ایران خیلی شبیه انقلاب فرانسه و روسیه بود. The revolution in Iran was very much similar to the one in France and in Russia. زنهای خیلی کمی تو اون پرواز بودن. حتی همسر آیت الله خمینی هم تو پرواز نبود. شما میدونین چرا؟ I don't know why, but you're right. In fact, I'm not sure there were any women. I think there were maybe two or three women. نمیدونم چرا. اما حق با شماست. فکر کنم هیچ زنی نبود. شاید دو یا سه دانشجوی دختر بودن. یک حس قوی وجود داشت که همه این کارها مردانه است و برای زنها مناسب نیست و خب خطرناک هم بود و شاید به همین دلیل زنها در هواپیما نبودند. اما به نظرم بیشتر یک تصمیم عملگرایانه بود و نتیجه این فکر اصولی که اینجا جای زنها نیست. This is not a place for women to be. Thank you so much. Thank you.